بارداری. ریتا فکر می کند که باردار است. او برای آزمایش بارداری نزد دکترش می رود. دکترش آزمایش ادرار انجام می دهد و تایید می کند که ایشان باردار هستند و سپس او را برای آزمایش خون می فرستد. ریتا بعد از چند روز به مرکز پزشکی برای دیدن دکترش بر می گردد تا نتیجه آزمایش خونش را بگیرد. دکتر به او می گوید که نتیجه آزمایش خون خوب است. او ریتا را به بیمارستان برای مواظبت بارداری می فرستد. ریتا به بیمارستان عمومی که فاصله چندانی از خانه اش ندارد فرستاده می شود. بعد از 3 هفته او نامه ای از بیمارستان دریافت می کند که تاریخ و وقت اولین موعدش را با پرستار زایمان مشخص کرده. پرستارهای زایمان افرادی کاردان هستند که تخصصشان مراقبت از زنان باردار هنگام زایمان و بعد از تولد نوزاد است. پرستار زایمان از ریتا خیلی سوال می پرسد. او را آزمایش می کند و به او می گوید که مشکلی وجود ندارد. این به این معناست که او یک بارداری معمولی و سالم دارد. در دیدار بعدی او یک دکتر را خواهد دید و بعد از آن هر 4 هفته یک بار توسط پرستاران زایمان آزمایش می شود تا هنگامی که بچه به دنیا بیاید. هنگامی که ریتا برای موعد بعد می رود، پرستار زایمانش آزمایش فشار خون انجام خواهد داد. اندازه بچه را می گیرد و همچنین اطلاعاتی به او می دهد که چه وقتی و کجا در کلاس‌های قبل از زایمان شرکت کند. او با شوهرش به کلاس‌های قبل از زایمان می رود و پرستار زایمان هر چیزی درباره زایمان و بیمارستان است توضیح می دهد. بعضی وقتها کاردانان در بیمارستان پیشنهاد می کنند که چیزهای زیادی قبل از به دنیا آمدن کودک تهیه کنید. شما اختیار دارید که تصمیم بگیرید آیا چیزی بخرید یا نه. کپسول و یا صندلی بچه تنها چیزی است که شما باید قبل از تولد نوزاد بخرید. در استرالیا به شما اجازه نخواهند داد نوزاد را خانه بیاورید تا زمانی که صندلی بچه را به درستی در ماشین نصب نکرده باشید. هنگام زایمان ریتا به بیمارستان زنگ میزند و آنها به او میگویند که کی به بیمارستان برود. شوهر ریتا او را به بیمارستان میبرد و ریتا یک نوزاد دختر سالم به دنیا میآورد. در استرالیا شما قبل از اینکه نوزاد متولد شود انتخاب دارید. شما می توانید به بیمارستان عمومی بروید، جایی که دکترها و پرستارهای زایمان شما را می بینند. شما می توانید مراقبت مشترک با دکتر محلیتان داشته باشید، به این معنا که برای وقتهای قبل از زایمان پیش دکتر محلیتان بروید. شما باید برای تمامی معاینات پیش از زایمان بروید. در استرالیا شما باید صندلی نوزاد را به درستی نصب کرده باشید تا به شما اجازه بدهند نوزاد را با ماشین از بیمارستان به خانه ببرید. اگر بعد از تولد نوزاد نگرانی داشته باشید، با ماما یا پرستار بچه و یا دکترتان و یا پرستار مرکز درمانی صحبت کنید. اگر سوالی داشتید و یا به کمک احتیاج داشته باشید، با مرکز خدمات درمانی محلیتان و یا دکتر محلیتان تماس بگیرید. برای کمک‌های اضطراری، لطفاً با آمبولانس تماس بگیرید. شماره تلفن آمبولانس 30 می باشد. اگر مترجم لازم دارید، یک مترجم بگیرید. متخصص نادیا مشکل تنفسی دارد. او یک وقت یا موعد می گیرد تا دکترش را ببیند. دکتر شش او را معاینه می کند و از او می خواهد که در پامپ بدمد. دکتر به او پیشنهاد می کند که او نزد یک متخصص تنفس برود و از سینه‌اش عکس برداری کند. دکترش به او یک نامه مراجعه به متخصص می دهد و همچنین یک فرم برای عکس برداری سینه. نامه مراجعه یک نامه ایست توسط دکتر عمومی به متخصص تا به او درباره مریضی توضیح دهد. روز بعد نادیا به بخش بیماری های تنفسی در بیمارستان تماس می گیرد تا یک وقت برای دیدن متخصص تنفس بگیرد. گاهی اوقات دکتر عمومی باید نامه مراجعه را به بیمارستان بفرستد.
بعداً شما یک نامه دریافت می کنید که روز و وقت دیدار مشخص شده است. اگر نمی توانید که در آن وقت به بیمارستان بروید، باید با آنجا تماس بگیرید و یک وقت دیگر بگیرید. مسئول پذیرش از او می پرسد که آیا نامه مراجعه دکترش را دارد و او می گوید که دارد. یک وقت برای 8 هفته بعد داده می شود. بعضی وقتها شما باید بیشتر منتظر بمانید. روز بعد او عکس برداری سینه انجام می دهد و به او گفتند که عکس را با خودش به متخصص ببرد. وقتی که او به بیمارستان می رسد، از او خواسته می شود که کارت پزشکی و کارت درمانیش و نامه مراجعه را نشان دهد. وقتی او متخصص را می بیند، متخصص نامه مراجعه اش را می خواند و به عکس سینه اش نگاه می کند و او را معاینه می کند. متخصص به او نسخه درمانی برای درمان می دهد و همچنین پیشنهاد می کند که چند تمرین تنفسی انجام دهد و از او می خواهد که بعد از 6 ماه مراجعه کند. گاهی اوقات شما به دکتر عمومی می روید و شما بیماری دارید که احتیاج به دیدن متخصص است. دکتر عمومی باید یک نامه مراجعه به متخصص بنویسد. در استرالیا شما نمی توانید بدون نامه مراجعت از دکتر عمومیتان نزد متخصص بروید. بعضی متخصص ها مطب شخصی دارند و بعضی ها در مرکز بهداشت عمومی و یا بیمارستان کار می کنند. وقتی که شما به یک متخصص در بیمارستان خصوصی و یا مطب شخصی مراجعه می کنید، باید پول پرداخت کنید. اگر سوالی دارید و یا به کمک درباره مسائل سلامتیتان احتیاج دارید، به مرکز بهداشت عمومی محلتان و یا مطب پزشک تماس بگیرید. در هنگام اضطراری لطفاً به آمبولانس به شماره 330 زنگ بزنید. اگر احتیاج دارید مترجم بخواهید.